به نام خداوند بخشاینده مهربان، خداوند روزیده رهنمای. سلام علیکم، وقت شما عزیزان بخیر باشه، جور صحتمند باشین و در هر لحظه و در هر جای از این کره خاکی ما را مشاهده میکنید. امیدوار هستیم که در بهترین حال خودتان باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم از رسانه جهانی هادی و توفیقی که دوباره نصیب بنده و همه همکارانمون شد تا به شما سلامی عرض کنیم. امشب با موضوع حقوق خانواده از نگاه امام سجاد علیه السلام و با حضور اندیشمند محترم جناب استاد موسوی با شما عزیزان همراه خواهیم بود. سلام علیکم استاد، خوش آمدید. و علیک السلام حضرت جناب علی و همه بینندگان عزیز، عرض درود و سلام و احترام داریم، در خدمت شما هستیم. بسیار تشکر استاد از اینکه دوباره در برنامه حضور یافتید و بنده و همه عزیزان همراه میتوانیم از فرمایشات حضرت عالی استفاده کنیم. امشب میخواهیم که موضوع جدیدی را آغاز کنیم، حقوق خانواده از نگاه امام سجاد علیه السلام، که بسیار هم جای بحث و گفتگو داره، بسیار بله. مهم هست و بسیار میتوانه برای یکایک که ما در زندگی هامون مورد استفاده قرار بگیره. در خدمت شما هستیم و فرمایشات شما را میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. همونطوری که اشاره فرمودین، خوب این ایام مناسبت هم دارد که ما از بیانات گوهربار و هدایت بخش سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام بیشتر استفاده کنید. بله. و بینندگان عزیز میدونن که تراث و آثار فاخر علمی و تربیتی فراوانی از اهل بیت علیهم السلام به ویژه از حضرت سجاد سلام الله علیه به دست ما رسیده که یکی از با ارزشترین آثار رساله حقوق امام سجاد علیه السلامه. بله. در حقیقت یک حدیث طولانی است که در اونجا حدوداً 50 حق از حقوق افراد و حتی خدای تعالی، حتی اعضای بدن انسان در اون رساله به صورت مکتوب به دست ما رسیده است و خیلی جا دارد که این رساله رو طور ما بین مردم معروف و مشهورش بکنیم که همه بشناسن و از هر جمله این رساله بهره ببرند. واقعاً زیباست، واقعاً قشنگه و ما میتونیم ادعا بکنیم که شاید هیچ متنی به جامعیت این متن در هیچ دین از ادیان اینجور سلسله وار مثلا حقوق تمام افراد یا حتی اونهایی که ذی‌حقند و غیر از انسانها دور و اطراف انسان وجود دارد رو به این شکل و جامع بیان نکرده. خیلی قشنگه. حق خدا، حق امام، حق پیشوا، حق رهبر، حق نمیدنم، همینجور میاد حق خود انسان بر خود انسان، نفس انسان، اعضای انسان، 50 حق. بعد میاد حقوق اعضای خانواده بر یک دیگر، خیلی به زیبایی و قشنگی در این رساله ترسیم شده که انشاءالله اگر توفیقی بود ما میخواییم این رو توضیح بدیم، لااقلش همین حقوق خانواده رو تا جایی که برسیم در ضمن جلسات انشاءالله بیان خواهیم کرد. استاد عزیز، یکی از موضوعات بسیار جذاب این روزها برای خانواده ها، مخصوصا خانواده هایی که این روزها بالاخره تا حدودی تحصیل کرده هستند، پدرها مادرها در مکتب خانه ها درس خواندند، گاهی اوقات حتی به دانشگاه ها هم راه یافتند، بله. این هست که بتوانند زندگی هاشان را طوری تنظیم کنند که در آن حد اکثر حقوق افراد رعایت شوه و بله. شاید به خاطر هم به دنبال کتاب‌های می‌روند، به سراغ مراجع می‌روند که بتوانه به اینها راه و روش رعایت حقوق متقابل بین افراد در یک خانواده در یک اجتماع یاد بده. بسیاری هم از کتاب‌هایی که در اجتماع وجود داره، در کتاب فروشی های مهم دنیا وجود داره، در کتابخانه های مهم دنیا وجود داره، از نویسندگان معروفی هست که حقوقدان هستند، بسیار روانشناس های معروفی هستند، اما تفاوت در این هست که این کتاب با تاکید این رساله حقوق این کلام معصوم هست، احسن. بدون هیچ گونه در واقع تحریف، بدون هیچ گونه دستبرد، و در واقع ما با توجه به بررسی این رساله حقوق در برنامه در واقع پای درس خود معصوم به صورت مستقیم می نشینیم و دوست دارم که عزیزان از همین لحظه ابتدایی این بحث تا انشالله تا هر جلسه ای که خداوند توفیق داده بحث ادامه دادیم
با عنایت خاص، با تایم خاص و در واقع با یک تمهیدات خاص بنشینیم انشاءالله، حتی نکته برداری کنیم مطالب حضرت انشاءالله بتوانی استفاده کنیم با کلام روان و شیوایی که از شما استاد عزیز ما سراغ داریم. نه ما که چیزی نیستیم در مقابل کلمات نورانی حضرت امام سجاد علیه السلام. نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید که ببینید ما زمانی می توانیم حقوق متقابل افراد رو رعایت بکنیم و اونا حق ما رو رعایت بکند که علم به این که ما حق داریم داشته باشند، طرف حق به گردن ما دارد، ما علم داشته باشیم به این که او حق داره به گردن ما. این خیلی مهمه و نقش اساسی که این روایات و بیانات معنوی و اخلاقی اهل بیت علیهم السلام دارد، یکی از کارکردها و نقشهایش همینه که برای ما تبیین میکند که طرف مقابل شما، که حالا پدر یا برادر یا مادر یا خواهر، هر کسی طرف مقابل شما در خانواده هست، همسر شما، اینا این حقوق رو به گردن شما دارد. خیلی مهمه و مهمتر از این همین نکته ایست که اشاره فرمودید. خیلی ها باز در رعایت حقوق متقابل ممکن است به افراط و تفرید گرفتار شود، یعنی یا اصلا نمیدانیم و رعایت نمی کنیم حقوق همدیگر را، یا اینکه به بیراهه میریم، به افراط و تفرید دچار میشیم. خب برای اینکه ما راه درست را برویم که هم حقوق متقابل همدیگر را بشناسیم و هم به درست رعایت بکنیم، بهترین راهش اینه که ما بریم سراغ قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت، که پیامبر اسلام این دوتا را در بین بشر گذاشته تا در همه امور برای هدایت شدن به اینا مراجعه بکنه. خیلی مهم است که ما توجه بکنیم مسئله رعایت حقوق متقابل در نظام خانواده یکی از اوجب واجبات و ضروری ترین چیز هاست، به دلیل اینکه بسیاری از اختلافات، نزاع‌ها، دلخوری‌ها، قهرها و دعواها ریشش به همین برمیگرده که افرادی که در یک خانواده به هم زندگی میکنند حقوق همدیگر رو رعایت نمیکنند. علت این هم که حقوق همدیگر رو رعایت نمیکنند به خاطر اینه که بسیار از اوقات نمیدانند که حقوق متقابل طرف مقابل چی چیزهایی است، چه حقی داره. مثلا اگر ما مسلمانان واقعا به این نکته توجه داشته باشیم که برادر بزرگتر همون احترام لازم رو دارد که پدر انسان داره. ما در روایت داریم که برادر بزرگتری تو مثل پدر بر تو حق دارد و واجب است احترام رو رعایت کنی. بله. اگر ما حرمت برادر بزرگتر رو یا خواهر بزرگتر رو اینچنین پاس بداریم، اصلا اختلافی به وجود نمیاد، چون اونا میبینن که دیگه ما با تمام وجود احترامشون میکنیم، اکرامشون میکنیم، رعایت حقوقشون رو داریم میکنیم، اونا هم ترحم میکنن، یعنی برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر و همسالو. پس بسیاری از این نزاعها به خاطر این است که حقوق همدیگر رو نمیدانیم و رعایت نمی کنیم. ما پس باید بریم سراغ فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت که مفسران قرآن و عرض کنم خدمتون که سرچشمه های هدایت بشرند. خب از این نکته ما به این منتقل میشیم که خب با توجه به مناسبت که این ایام دارد، احادیثی از امام سجاد علیه السلام رو طرح بکنیم. در کلمات نورانی حضرت امام سجاد علیه السلام حقوق خانواده بسیار قشنگ و زیبا ترسیم شده، ولی خب ما با توجه به اینکه در روایات حق مادر رو از همه اعضای خانواده پررنگتر مطرح کرده است، حتی در مقایسه با حق پدر، حق مادر رو در اولویت قرار داده و مهمتر برای ما تبیین کرده است، از حق مادر شروع میکنیم. اینه که در رساله امام سجاد علیه السلام هم هست، در حدیث دیگری هم از خود حضرت هست که یک کسی آمد خدمت وجود نازنین و مقدس پیامبر اسلام، عرض کرد که یا رسول الله، من یک آدم گناهکاریم، گناهان زیادی مرتکب شدم، ولی خب الان خدا توفیق داده متوجه اشتباهاتم شدم، میخوام توبه کنم، یک راه میانبری برای من نشان بده که خدا توبه من را هم قبول بکند و هم زود قبول کند. شاید واقعا عمر انسان کفاف نده تا زمانی که توبه انسان قبول شود، لذا این یک زرنگی کرد.
ممکن است انسان تا یک ساعت بعد دیگه در این دنیا نباشه و بر انسان دیر بشه. بله. مثلا در حادثه کربلا اگر جناب حر ابن یزید ریاحی که یکی از شهدای کربلا شد اگر مثلا یک مقدار دیرتر تصمیم میگرفت دیگه حادثه کربلا تمام شده بود، اون میشد ملعون ازل و ابد. زود عرض کنم که تصمیم گرفت، زود برگشت و زود توبه کرد، الان به جای رسیده که عرض کنم شده از کسانی که امام معصوم، عالمان دین، همه اولیای خدا تحت عنوان و علی اصحاب الحسین به او سلام میده. این یک واقعیت است. این طرف گفت آقا یک راه به من نشان بدید. پیامبر اسلام فرمود که آقا شما که میخوای توبه کنی و توبه زود قبول بشه یک شاهراهی وجود داره و اون اینه که آیا پدر و مادر در قید حیاتن، زندن یا نه. عرض کرد یا رسول الله مادرم از دنیا رفته، پدرم زنده است. پیامبر اسلام فرمود که برو با پدرت خوشرفتاری کن. تأکید میکنیم برو با پدرت خوشرفتاری کن و پدرت رو خدمت کن. چقدر زیباست وقتی این طرف بلند شد که به این دستورالعمل پیامبر بره عمل بکنند. پیامبر اسلام فرمود لو کان له امون، یعنی لیت لها، این لو منای لیت است، ای کاش برای این آقایی که این چنین میخواد خدا توبه ای را قبول بکند، دنبال یک راه کار و یک راه حل فوری است، ای کاش مادرش میبود، ای کاش که اگر به مادرش خدمت میکرد قطعا خداوند متعال گناهان او رو میبخشید و زود میبخشید. خب پس با این مقدمه که من فکر میکنم که عزیزان باید همراه باشن تا پایان برنامه، ببینیم انشالله در رساله حقوق جناب حضرت امام سجاد علیه السلام در مورد مقام و حقوق حضرت مادر چی فرمودن در خدمت شما خواهیم رسید. با شما هستیم با وقت بیداری از رسانه جهانی هادی. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. آسودگی از محن ندارد مادر، آسایش جان و تن ندارد مادر، دارد غم و اندوه جگرگوشه خیش، ورنه غم خیشتن ندارد مادر. تقدیم درود و احترام مجدد محضر شما بزرگواران، شما همراهان مؤمن که با رسانه جهانی هادی و به وقت بیداری همراه هستید. پل ارتباطی برنامه را خدمت شما عزیزان اعلام میکنم که هر نظری دارید از این طریق با ما به اشتراک بگذارید. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما عزیزان هست. حتما از این طریق ما را مورد لطف خودتان قرار بدین و نظرات ارزشمند خودتان با ما در میان بگذارید. موضوع برنامه ما حقوق خانواده از نگاه امام سجاد علیه السلام با تکیه بر بررسی رساله حقوق حضرت است. جناب استاد حقوق مادر رو می‌فرمودید و چند جمله‌ای که و حدیثی که در پایان بخش اول فرمودید و بسیار هم زیبا بود. بله. ای کاش که مادرش زنده بود. بله فرمودید. اون حدیث از حضرت سجاد علیه السلام از رسول مکرم اسلام نقل کردیم. امام صادق علیه السلام هم مشابه همین حدیث رو دارند. بله. که دلالت میکند بر اهمیت جایگاه مادر و رعایت حقوق مادر که مقدم بر هم است، حتی بر پدر. امام سجاد علیه السلام فرمودند که آدم شخص عاصی آمد اینجوری برای توبهش یک راه فوری میخواست، پیامبر گفت به پدرت خدمت کن،
بعد وقتی بلند شد رفت اون طرف، گفت کاش که مادر زنده می بود. امام صادق علیه السلام می فرماید یک کسی آمد پیش پیامبر اسلام عرض کرد یا رسول الله به من ابر رو، من به چی کسانی نیکی کنم، در اولویت چی کسانی هست؟ حضرت پیامبر اسلام فرمود که به امک، برو به مادرت خدمت کن. دوباره طرف سوال رو تکرار کرد که بعدش حالا به کی؟ باز دوباره حضرت فرمود به مادرت خدمت کن. مرحله سوم باز دوباره حضرت تکرار کرد که خدمت به مادر رو فراموش نکن. یعنی این همه اهمیت داشت. آخرین مرحله که سوال کرد حضرت فرمود که به پدرت خدمت کن. ببینید بینندگان عزیز، درست است که پدر و مادر هر دو در تحقق ما و در وجود ما در این دنیا در حیات ما نقش دارن، ولی زحماتی رو که مادر میکشه که در قرآن کریم هم بهش اشاره شده، در کلام حضرت امام سجاد علیه السلام هم الان میپردازیم، قطعا بیشتر از پدره. لذا در روایات ما تأکید بیشتر شده که به مادرتون بیشتر برسید. از آن جهت خب که شاید مادر از یک جهت خب مسائل عاطفی بیشتری رو مادر درک میکنه، یعنی عاطفی تر است، بیشتر نیازی به رسیدگی داره. ببینید در رابطه با مادر ما نباید حرف بزنیم، باید بریم سراغ قرآن و سراغ روایات ببینیم چی گفته. بیانی که حضرت امام سجاد علیه السلام داره اونقدر عاطفی است که انسان وقتی اینو به تنهایی میخونه اشک انسان جاری میشه. یعنی ائمه علیهم السلام از همه عوامل استفاده میکرد تا طرف رو به هدایت برسونه، به یک مسیر قرار بدهد که راه کمال انسانی رو به زودی طی بکنه. در خدمت به مادر هم به دو مرحله امام سجاد علیه السلام ابتدا اشاره میکند که مرحله بارداری زمان حاملگی و زمان شیردهی باشد، یعنی بارداری و شیردهی، که این دو مرحله از همه مراحل حیات انسان برای انسان مهمتره. فقط هم از مادر برمیاد. احسنتم. تا جای اهمیت دارد که در قرآن کریم هم به این دو مرحله به صورت مستقل پرداخته شده. خداوند متعال میفرماید که ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وحمله وفصاله 30 شهرا. ما میگه انسان را توصیه کردیم، وصیت کردیم، دستور دادیم به این که نسبت به والدین خودش رعایت های لازم رو بکنند، احسان داشته باشد، رسیدگی داشته باشد، گرهگوشایی داشته باشد، کارگوشایی، هر نوع خدمتی که ازش برمیاد. بعد مادر را جدا میکنه و امه حملته وهنا على وهن، یعنی میشه 24-6 میشه 30 ماه، حالا شاید مثلا بیشتر اگر 9 ماه مثلا در نظر بگیریم، خب 3 ماه دیگر اضافه میشه 33 ماه مثلا مادر داره خدمت مستقیم ارائه میکنه، اونم یک خدمت بی بدیلی که مثل وضعیت بارداری و حاملگی که عزیزانمون توجه دارن که طفل و جنین در این دوره از اصل مایه حیات مادر که خون و اکسیژن هست و پادتنهای ضروری بدن مادر هست تغذیه میکنه، شیره جان مادر. احسن، دقیقا همینجوری امام سجاد علیه السلام هم میفرماید و اما حق امک، حق مادرت رو بذار بهت یادآوری کنم چه حقی دارد، اینه که حملت که حیث لا یحملو احد احدا، تو رو حمل کرد در وجود خودش جایی که هیچ کسی حاضر نیست غیر از مادر شخص دیگر رو حمل بکنه. این یک واقعیت است. کی حاضر یک فرد رو با اون وزن و با اون سنگینی با خودش راه ببرد 9 ماه حمل بکند، در این حالی که حمل میکند از اصل و اساس مایه حیات خودش که خون و اکسیژن و پادتنها و هزاران چیز دیگر از وجود مادر که به طفل میرسه از اینم بده تغذیه بکنه، کسی حاضر نمیشه. این یک نکته است که ما باید بهش توجه بکنیم. دوران شیردهی هم همینجوریه، خیلی خیلی مهمه. شما الان نگاه کنید تمام دانشمندانی که در این حوزه عرض کنم که قلم فرسایی کردن و حرف زدن، همون حرفای قرآن میگه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادر چون این شخصیتی دارد که 2 سال
دو سال کامل فرزند خودش رو شیر میده. یعنی اگر میخوای فرزند بچه آدمی زاد تربیت بشود، استعدادهایی که خدا قرار است برو عنایت بکند، هوش و درک و ذکاوت که خدا برای او در نظر گرفته، میگه باید شیر مادر بخوره. این شیر خوشی که الان میده، شیر خوش مال گاوه، شیر گاو مال بچه گاوه، نه بچه انسان. مگر این که حالا انسان مثلا مجبور بشه که مثلا مادر شیر نداشته باشه، مریض باشه، به هر دلیلی نتونه شیر مادر رو استفاده بکنه. ما در روایت بسیار تأکید داریم که حتی اگر مادر شیر ندارد، بچه رو به دایه بسپارید که شیر آدمیزاد بخوره. و دایه هم باید، دایه و شیردهی که انتخاب میشه، آدم مؤمن، پاکیزه و عاقل باشه که بتونه یک بچه به این شکل تربیت بکنه. الان متاسفانه من اینو داخل پرانتز عرض میکنم، بعضی جاها البته این باب شده که خانم بچه به دنیا میاره، بعد میگه به خاطر این که دوران شیردهی منافات دارد با اشتغالم، یا فرم اندام من رو به هم میریزه، از هم اول شیر خوش دهنی بچه میده. شاید به خاطر اشتغال قابل توجیه تر باشه. خب بله. مورد دوم. بله، مورد دوم هم هست. بله. بسیاری از افرادی که توجه ندارن به این حقی که خدا به مادر قائل شده که مادر است که میتواند این ترحم رو داشته باشد که در اون سختی های پیاپی فرزند خودش رو با شیر خودش بزرگ میکنه. تمام حیوانات همین جوریه، ولی وای بر ما انسان ها متاسفانه من اینو برای اونا عرض میکنم که توجه ندارن. به خاطر اشتغال چقدر میگه پول میخوای در بیاری برای چه کسی؟ خب این بچه ای تو که الان داره از دست میره، با شیر گاو و حیوان بزرگش میکنی، اینو در پیشگاه خداوند متعال چه جواب خواهی داد؟ این یک نکته است که امام سجاد علیه السلام تأکید بر این مطلب داره که آقا جان توجه کن به این مطلبی که بسیار مهم است. اینه که ائمه علیهم السلام، مخصوصا هم حضرت امام سجاد علیه السلام، اینجا در توضیح حقوق والدین و مادر نمیاد حقوق اینا رو یکی یکی بشماره. مثلا بگه حق مادر این است که دستشو ببوسی، پای مادر ببوسی، جلوی پاش قیام کنی، کارهایش انجام بدی، اینا رو نمیگه. اون چیزی که منشه تمام رعایت ها، احترام ها، احسان ها میشود رو به ما انسان ها بازگو میکنه. همون مقدمه‌ای که در اول بحث عرض کردیم که مهمترین نکته در رعایت حقوق متقابل این است که ما بفهمیم طرف مقابل اصلا حق به گردن ما دارد یا ندارد. اگر اینو ما فهمیدیم و میزان این حق رو فهمیدیم که در چه حد است و چه گستره‌ای رو شامل میشه، خب ما انسانیم، بریم رعایت میکنیم حقوقش رو. امام علیه السلام در اینجا میفرماید آقا جان ببین من چه چیزایی برای تو بیان میکنم. مادر کارهایی رو برای تو انجام داده که احدی، هیچ کسی در این عالم برای تو انجام نمیده. از جملهش همین دوران زمان بارداریه. چه کسی حاضر بودی ما را 9 ماه حمل کند و از شمه وجود و سرچشمه حیاتش به ما تغذیه کنه؟ این بله. یک نکته. بسیار تشکر. من فکر میکنم که اگر عزیزان توفیق دارند و مادر در کنارشان هست، با این فرمایشات حضرت سجاد علیه السلام جا داره که در این لحظه دست و پایشان ببوسن. انشاءالله که همینطور خیلی زیبا و قشنگ فرمودید. شما خواهیم بود در بخش سوم. در خدمت. سلامت باشید. با ما همراه باشید با رسانه جهانی احادی و بررسی جایگاه و حقوق مادر از نگاه امام سجاد علیه السلام. آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است. آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن، صاحب قرآن بگفتا
زیر پای مادر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این درود و صلوات تقدیم کنیم به همه مادرانمان، چونهایی که هنوز سایهشان بر سر ما در این دنیا هست، چونهایی که سایهشان کمی دورتر سفر کردند و به چشم سر نمی بینیم اما به چشم دل همه آنها کنار ما هستند و فرزندانشان انشاءالله حمایت می کنند. در خدمت شما هستیم. این برنامه را در فضای مجازی هم دنبال کنید از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب. شما را منتظر نمیگذاریم جناب استاد موسوی عزیز و ادامه فرمایشات. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض میکردیم که حضرت امام سجاد علیه السلام که معلم بشر است، معلم انسان هاست، انسان سازه، در این کلمات زیبا و نورانی وقت حقوق متقابل خانواده بیان میکند و حق مادر رو میخواد توصیف بکند، به منشأ های حق و اون چیزی که سبب میشود ما برای مادر احترام و ارج قائل باشیم اشاره میکنه. یکی از اونها این بود که فرمود که حملک حیث لا یحمل احد احدا، بدان که او حمل کرد تو را در وجود خودش به گونه‌ای و زمانهایی که احدی حاضر نیست در همچون زمانی فرد رو حمل بکنه. یعنی ضعف شدید سراغ مادر میاد، سرگیجه ها سراغ مادر میاد، گرفتاری ها سراغ مادر میاد، اما تمام سعیش اینه که این جنین و طفل در وجود او با آسایش باشه. این یک. و اعتت که من ثمرت قلبها ما لا یعطا احد احدا، تو را از ثمره قلب خودش داد در زمانی که در جنین بودی، در دورانی که شیرخوارگی رو طی می‌کردی، اون ثمره قلب را، اون شیره وجود خودش را که لا یعطی احد احد، هرگز حاضر نمیشه احدی به فرد دیگری این کار را انجام بده. و وقت که به جمیع جوارح ها، گوشش چندین برابر تیزتر و فعالتر شد. بله، تا کوچکترین صدای از تو در دل شب، در هنگامی که خواب سنگین بر او چهره شده، صدای از تو در میاد بیدار میشه. از عجایب عالمه، بسیار عجیب، از عجایب عالم و بسیار شگفت انگیز. همین دختری که تا زمانی که خانه باباش بود یا حتی ازدواج کرده بود و هنوز باردار نبود و هنوز بچه نیارده بود، اگه می‌خواستی برای نماز بیدار کنی 10 بار باید بالا سرش می‌رفتی صدا می‌زدی. بله، اگر چه برسه به نصف شب ای به سختی بیدار میشد. ولی الان مثلا این بچه کوچکترین تکان میخوره، کوچکترین صدای از این بچه در میاد، میبینی از همه زودتر بیدار شده. این همون معجزه عالم خلقت؟ نه، معجزه آفریننده عالم خلقت است که در وجود مادر چون این چیزی رو نهادی نکرده. عجیبه. میفرماید این مادر این خصوصیت رو داره. ولم تبادل تجوع و تطعمک، با که نداشت خودش گرسنه بود تو رو سیر میکرد. خیلی اینا عاطفی و زیباست. حضرت امام سجاد علیه السلام این نکات رو تبیین میکنه. ببین، میگه خودش گرسنگی ها میداد تا شما رو سیر کنه. اینو حق مادر نیست، منشه حقه که داره بیان میشه. و تعتش رو و تسقیک، خودش عطش را تحمل میکرد، نه فقط تشنگی را، یعنی مراحل بالای تشنگی را اگر بر او تحمیل میشد تحمل میکرد، اما سعی میکرد همون یک قطره آبی رو که به دست آورده اول به تو بیاشامد و تو را سیراب بکند. و تعرا و تکسوک، خودش ممکن بود پیراهن خوبی نپوشه اما سعی بر این داشت که لباس تو، پیراهن تو یک پیراهنی باشد که همه بپسندد و مقبول باشه، زیبا باشه. چقدر قشنگه. این یک واقعیته واقعا، مخصوصا در خانواده های متدین و سنتی تر بیشتر اینا رو میبینیم. بله، بله. که مادر خانواده هر آنچه دارد در کفه اخلاص میگذارد و بذل میکند برای اعضای خانواده، چه پدر چه مادر، چه بچه های همسرش که فرزندانش باشه. خیلی زیباست. و تزها و تزلک، اگر در جای آفتاب بود سایه ای نبود، خودش رو در معرض آفتاب قرار میداد تا سایه بکند برای تو، سایبان تو باشه.
در سختی های زندگی همین سایه مادر رو ما بر سر خودمون احساس میکنیم. روایت داریم که اگر کسی گرفتار است، اگر کسی مشکل داره، هر بلای سراغ انسان آمده، بره دست مادرش ببوسه، توبه میکنه، بره در خانه مادرش دست مادرش ببوسه، خدا توبهش میپذیره. گرفتاره، بره دعای مادر. همین الان شما فرمودید که آقا همون بهشت رو که قرآن توصیف کرده، صاحب قرآن فرموده این زیر پای مادر است، جنتو تحت اقدام امهاتکم، این حدیثش بود که بهشت زیر پای مادر است، یعنی در خدمت به پدر و مادر. بعد فرمود که و تهجر النوم لاجلک، میفرماید که شبها بیداری کشید تا تو بخوابی، شبها بیداری کشید تا تو استراحت کنی و بخوابی. و وقتک الحر والبرد، اون جاهایی که هوا داغ بود سعی میکرد برای تو کاری بکند که این هوای گرم تو رو اذیت نکند. اگر یک باد بزنی داشت، پیوسته میبینی که خودش داره لهله میزنه از گرما، اما این باد بزن و پنکه‌ای که هست رو استفاده میکنه برای بچهش. اینا چقدر زیباست واقعا. در بقیه فرهنگ ها ما نداریم که یک کسی که هدایتگر و امام جامعه است به این ریز مسائل اینجوری بپردازد و ماها رو سوق بده. اونم با این چرا استاد؟ حالا من سعی کردم سکوت کنم، فرمایشات حضرت بشنویم و استفاده کنیم. واقعا چقدر جالب حضرت به ریشه ها، همونطور که حضرت علی فرمودید، به ریشه ها و من شأ قدر و حقوق مادر بیشتر سعی میکنن ما را ارجاع بدن و تذکر بسیار عجیب و دقیق حضرت. بله، علتش همینه که ما شاید فراموش میکنیم. درسته، شاید ما حتی گاهی اوقات خدا غافلیم. آره، غافلیم. گاهی اوقات حتی احترام به پدر و مادر که هیچ مقام آنها را هم حتی ما گاهی اوقات نمیدانیم. درسته، یه برای همینه که آقا به ما توجه بده. ما انسان ها اینجوریم. درسته که یک واقعیت های وجود دارد، یعنی همینا همشون واقعیتیه. بله. اما ما اینا رو گاهی وقتا میفرمایید شما غافلیم، فراموش میکنیم. امام سجاد علیه السلام این متن رو که تنظیم فرموده و فرمایش فرموده، گفته این در دست همه شیعیانم و محبانم و مسلمانان باشه که هر از گاهی اینو بخوانن و یاداوری بشه براشون که بابا شما با یک کسی طرفی که تمام وجود خودش رو نثار کرده برای تو. بله. پس تو هم مواظب باش. بعد 3 دقیقه وقت. بله، چشم. ان شاء الله این عرض بکنم. فرمود که وقت تو کل حر والبرد، در سختی ها آمد خودش رو سپر تو کرد، سپر بلای تو کرد، در سرماها و گرماها سپر تو شد. بعد لتکون لها، تا اینی که تو بمانی، تو بمان، من مثل شمع می سوزم تا تو در روشنایی من روشن بمانی، زنده بمانی. چقدر زیباست. بعد فرمود فانک لا تطیق شکرها، این مهمترین نکته است. امام سجاد علیه السلام فرمود محال است تو بتوانی حق مادر رو ادا کنی الا بعون الله و توفیقه، مگر اینکه خدا بیاد دست تو رو بگیره و به تو توفیق بده. یک کسی دور خانه خدا داشت طواف میکرد، پیامبر اسلام هم همونجا حضور داشتن، دیدی بنده خدا مادرش رو روی شانهاش گذاشته داره دور خانه خدا طواف میکند، میاره جای حجر الاسود زیارتش میده، میبوسه و بعد عرض کنم استلام ارکان و اینا داشت طواف میکرد. پیامبر اسلام به این نگاهی کرد و اونم متوجه شد که پیامبر براش جلب توجه شده، برگشت و در همون وضعیت به پیامبر عرض سلام کرد، سلام داد و بعد عرض کرد یا رسول الله میبینی مادرمه، مادرم را آوردم به زیارت، خدا این توفیق را به من داده، الان دارم زیارتش میدم، شما بفرمایید. حالا میخواست مثلا یک قوت قلب پیدا کنه و اطمینانی که بالاخره حق مادر رو ادا کرده یا نه. من با این کارم آیا حق مادرم رو ادا کردم؟ انشاءالله دیگه حق مادر ادا میشه با همین کارا. پیامبر اسلام فرمود والله حق یک ناله از ناله های این مادر رو در هنگامی که تو میخواستی متولد بشی هنوز ادا نکردی، تمام عمرتم خدمت بکنی همینه. این پایان حدیث همین مطلب رو میفرماید فانک لا تطیق شکرها، تو هیچ وقت نمیتونی شکر مادر رو به جا بیاری که بگی بله من واقعا کاری کردم
که دیگه هر چی که مادرم میخواسته ایدئالش براش انجام دادم. نه، ما نمیتونیم مگر اینکه خدا توفیق بده. این بیان کجا و این منطق و این فرهنگ کجا؟ اون فرهنگ منحطی که متاسفانه الان بین مسلمانان کم کم داره جا میفته، کجا که پدر و مادر به محض اینکه سنشون میره بالا از خودشون جدا میکنن، میبرن در خانه سالمندان، در حالی که قرآن میگه فیما یبلغن عندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگر در نزد تو پدر و مادر هر دو پیر شدن یا یکی از اونا زنده موند و به کهنسالی و پیری رسید، از خودت جدا نکن، برو دست پدر و مادرت رو ببوس و از جان و دل خدمت کن که دنیا و آخرت در خدمت به پدر و مادره. بله، بسیار تشکر. من فکر میکنم که بسیار خوب شروع کردیم و از مقام مادر، از حقوق مادر، از در کلام امام شهزاد علیه السلام فرمودید و بسیار هم دلچسب و شیرین بود. خدا خیرتون بده. و از دوستان وعده میگیریم که در برنامه بعد هم همراه ما باشن انشالله، قدم به قدم با رساله حقوق امام سجاد علیه السلام پیش بریم، حقوق هم دیگر بهتر ببینیم، بهتر بشنویم و انشالله که قطعا در زندگی هامون تأثیر گذار خواهد بود. انشالله، حتما انشالله. از شما تشکر میکنم. سلامت باشین. سلامت باشین. از شما عزیزان که با نگاه مهربانتان از ابتدای برنامه تا این لحظه که لحظه پایانی است با ما همراه بودید هم تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که همه ما بتوانیم قدر این دورر گرانبهایی که در زندگی های ما داریم، پدرها و مادرهایی که ما را به اینجا رساندن، بدانیم و دستبوسیشان انشاءالله همیشه داشته باشیم. از طرف شما عزیزان، از همه شما، از استاد محترم خداحافظی میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم.